سلام به همگی و خیلی خوش اومدیم امروز ما میخوایم با همدیگه بیاییم فعل ها و اصطلاحات و جملات مربوط به تلفن زدن و با موبایل صحبت کردن و اینا رو با همدیگه بررسی میکنیم و از همه مهمتر بیم تفاوت دو تا فعل خیلی مهم که شما خیلی از هم پرسیده بودیم با همدیگه ببینیم انخوفن و تلفونی ایقا پس حتما تا انتهای جلسه همراه من باشه. قبل اینکه بریم سراغ درسمون خواستم ازتون خواهش میکنم که لطفا نظراتتون رو برای من توی کامنت ها حتما بنویسید و کلا هم لایک و کامنت رو فراموش نکنید dann los geht's. خب می‌خوایم روی فعل تلفنی رن صحبت بکنیم همون که گفتم. ویله تلفنی رن یعنی تلفن زدن یا با تلفن صحبت کردن یعنی همون صحبت تلفنی که داریم. haben telefoniert als perfekt haben telefoniert ich telefoniere gerade ich telefoniere gerade in meinem bei telefon من الان پای تلفنم، ich telefoniere gerade. حالا میخوام بگم با کسی پای تلفنم، یا با کسی دارم صحبت میکнам، از mit استفاده میکنم. میگم telefoniere mit jemandem. telefoniere mit jemandem. با کسی تلفنی صحبت کردم. telefoniere mit jemandem. Ich telefoniere mit meiner Freundin. Ich telefoniere mit meiner Freundin. من دارم با دوستم تلفنی صحبت میکنم ایش تلفنی هم میتمنه فاینده حالا میخوام بگم با چه کسی داری صحبت میکنی اینجوری سوال میپرسم دیف خیز تو میت ویم تلفنی است تو یا در میت ویم تلفنی غنزی میت ویم تلفنی است تو یا در میت ویم تلفنی غنزی با چه کسی داری صحبت میکنی میگم ایش تلفنی هم میتمنه فاینده ایش تلفنی هم میتمنه فاینده من با دوستم دارم صحبت میکنم حالا با چه کسی صحبت میکنی تو یا با چه کسی صحبت میکنی شما محترمانه ich telefoniere gerne mit meinen freunden ich telefoniere gerne من با کمال میل یا با علاقه با دوستان تلفنی صحبت میکنم منظور که من کلا با علاقه تلفنی صحبت میکنم حالا با دوستان من با علاقه با دوستان تلفنی صحبت میکنم aber meine mutter telefoniert nicht gerne اما من موت ها تلفنیت نشت گرنه ولی مامانم خیلی با علاقه تلفنی صحبت نمی مامانم با علاقه صحبت نمیکنه با تلفن خیلی تلفن زدن دوست نداره آبا من در تلفنیت نشد گرنه خب این فعل تلفنی بود که دیدیم با هبن تلفنیت و اینکه بخوایم با چه کسی تلفن میکنیم اینکه میگه پا من پای تلفنم که میشه تلفنی که گرده با چه کسی هم میگیم مت مت یه منده حالا میخوایم راجع به فعل تماس گرفتن صحبت بکنیم یعنی فعل انروفن میدونین انروفن یعنی یه مندین انروفن کسی را تماس گرفتن در واقع فعل فلت ان قوفن چی میشه پرفکتش میشه هابن ان گروفن هابن ان گروفن ایک غوفه مینن شف مارگن ان ایک غوفه مینن شف مارگن ان من فردا با رئیسم تماس میگیرم تلفن تلفنی باش صحبت نمیکنم حالا تلفنی وقتی تماس میرم تلفنی صحبت کنم زنگ نمیزنم گوشی بندازم اونور ولی این تماس گرفتن است که تو فعل ان مهمه زنگ زدن است که مهمه من فردا به رئیسم زنگ میزنم ما فردا به رئیسم تماس میگیرم ich من شف chef ان an haben angerufen همراه من باشین بریم بقیه نکته هاشم ببینیم خب مثلا بخوایم بگیم که میخوام دیروز با تو تماس گرفتم یعنی هم بخوایم پرفکت فرم الگوفن استفاده بکنیم همین که معلوم باشه دقیقا شخصمون چیه یعنی که ها من دیروز با تو تماس گرفتم میخوایم سوال بپرسیم به چه کسی زنگ زنی؟ الان داری به کی زنگ زنی؟ خب این به چه کسیه چون اینجا اکوزاتیو یه من دین انقوفن پس به چه کسیش هم میشه وین

When hast du gestern angerufen? oder when haben sie gestern angerufen? Das ist informell und das ist formell. When haben sie gestern angerufen? Ich habe sie oder ihn, yani, Ich habe sie oder ihn angerufen. Ya felle dige darim, hala an qufna didim. Zu qrufan, yani jawab tamas kisi o dadan ya بعدن دوباره بهت زنگ میزنهم فارسی میشه یعنی چیه میشه کال بک دیگه به کسی دوباره با کسی دوباره تماس گرفتن meine freundin hat mich nach zwei stunden zurückgerufen meine freundin hat mich nach zwei stunden zurückgerufen was hab zurückrufen also jager haben ein anrufen anrufenes Uh, می کال بک همون آکوزاتی رو نگه میداره میگه دوست من به من بعد دو ساعت زنگ زد دوباره دوست من به من بعد دو ساعت زنگ زد یعنی جواب تماس من بعد دو ساعت داد jetzt kann ich nicht sprechen ich rufe dich gleich zurück jetzt kann ich nicht sprechen ich rufe dich gleich zurück الان من تماس صحبت کنم بهت زنگ میزنم زود بهت زنگ میزنم زود دوباره بهت زنگ میزنم زود دوباره بهت زنگ میزنم die kundin hat mich nicht zurückgerufen Die Kundin hat mich nicht zurückgerufen. مشتری تماس من رو جواب نداد به من زنگ نزد جواب تماس من نداد منظور اینکه اون تماس که دوباره باید من با من بگیره رو نگرف کانتن زی میش این این هلبن شتونده ترکوفن کانتن زی میش این این هلبن شتونده ترکوفن میتونین نیم ساعت دیگه دوباره با من تماس بگیرین؟ میتونین نیم ساعت دیگه دوباره با من تماس بگیرین؟ من نمیتونم صحبت کنم سر کلاسم بزت سم به شفتیکتم هر چی نیم ساعت دوباره با من تماس بگیرین حالا بزت یعنی اشغال های میگم خط مثلا اشغال ولی خودم ich bin jetzt sehr sehr beschäftigt content sie mich in مالا خیلی خیلی درگیرم خیلی خیلی مشغولم میشه یه رب نیم ساعت دیگه به من زنگ بزنین پس zurückrufen haben zurückgerufen و به هر حال هم که همچنان دیگه من بریم دیگه داریم فعل اقعیشن اقعیشن یعنی دسترسی پیدا کردن رسیدن مثلا بگم باقا من تلفن زدم نتونستم با شما صحبت کنم نتونستم بهتون دسترسی پیدا بکنم شب sie leider nicht شب زی اوده حالا این زیه رو من چه کوچیک نمیشم یعنی من به اونها یا به او یک خانم دسترسی پیدا نتونستم دسترسی پیدا نکردم ولی مثلا با شما صحبت می میکنم میگم ich konnte sie leider nicht erreichen نمیتونستم متاسفانه نتونستم بهتون دسترسی پیدا بکنم پس یعنی erreichen haben erreicht راجع به دسترسی پیدا کردن رسیدن به فلان چیزه حالا اهدافمون هم میتونیم بهشون دسترسی پیدا بکنیم اینجا داریم راجع به فرد صحبت می میکنیم که was erreichen sie akkusativ ich habe sie leider nicht erreicht خب بعد haben erreicht perfekt form من به او متاسفانه دسترسی پیدا نکردم اویش کنتزی لیدنیشت اقیشن اینجا کردیم کنتن پترتوم من نتونستم به شما دسترسی پیدا بکنم من نتونستم به شما حالا اگه بزرگ بخوایم بنویسیمش به او یا به آنها دسترسی پیدا بکنم هستودن کوندنقیشت آیا تو تونستی به مشتری دسترسی پیدا بکنی آیا شما تونستین به مشتری دسترسی پیدا بکنین ببینین این دن اینجا آکوزاتیو حالا چرا کون دن شده یعنی ان گرفته به خاطر ان بعدا با هم میخونیم چیه هابن به مشتری دسترسی پیدا بکنین کلا ارایشن پس یعنی دسترسی پیدا کردن من اگه میگم در دسترس هستم یا در دسترس نیستم پس میام از این سلی به یه صفت میسازم میگم ارایشبار Erreichbar, yani قابل دسترس. قابل دسترس. Hallo, ich bin erreichbar. Wir wissen, dass wir den Faktor mit dem Begriff sein wollen. Ich bin erreichbar. Man قابل دسترس, man darf دسترس haben. Ich bin nicht erreichbar. Man darf دسترس nicht haben. Heute bin ich leider den ganzen Tag nicht erreichbar, weil ich auf Geschäftsreise bin. Heute bin ich leider den ganzen Tag nicht erreichbar. ولی ش اوف گشفس ریزه من امروز متاسفانه کل روز در دسترس نیستم چون مسافرت کاری ام گشفس ریزه یعنی مسافرت کاری ام مثلا ماموریت کاری چون امروز کارشون مسافرت کاری ام ich bin nicht erreichbar oder bist du morgen erreichbar آیا تو فردا در دسترسی sind sie morgen erreichbar آیا شما فردا در دسترس هستین ich habe versucht ihn zu erreichen aber es war besetzt نه به جمله مثالی من تلاش کردم که به اون دسترسی پیدا بکنم ولی خط اشغال بود یا آن متاسفانه اشغال بود او اشغال بود هر کدوم ich habe versucht ihn zu erreichen ببینین این اکوزاتیو من تلاش کردم که به اون دسترسی پیدا بکنم اما اشغال بود ich habe versucht ihn zu erreichen aber es war besetzt خب پس این شد فعل erreichen haben erreicht erreichbar sein ن اارش همراه من باشین بقیه نه رو ببینیم. تا به نکته راجب به فعل انقوفن که گفتیم اینجا با هم یادآوری بکنیم اینه که یه مندن انقوفن اوکی اکوزاتیو اینو داریم ولی اگه ما میخوایم راجب به یک اینستیتوسیون یعنی راجع به مؤسسه یا من به یه دفتر یه چیز اینجوری صحبت بکنیم به جای یه مندن که اکوزاتیو از با یه مندن استفاده میکنیم

و سوال بکنم راجع به این موضوع سوال بکنم و این با هم شبه نشه من بعد به بانک سعیم بزنم راجع به این موضوع سوال بکنم اینجوری زیش با یه منده ملدن زیش یه ملدن. یعنی مثلا یه خبر میدونین خ... خ... یعنی چیه مثلا یه خبر از کسی گرفتن حالا یه هم... چیه زنگی به کسی بزنیم راجع به زنگ زدن میشه این همون کلن میشه انگار یه خ... مثلا روخی از خودمون نشون بدیم نیست وخ ودیشمیک بیای ملن نیست وخه ودیش میک بی ایه ای ملدن داراین ای ای به تماس صحبت میکنیم پس میگیم هفته ای آینده من به او حالا زنگ خواهم زد من یه حالی از اون خواهم پرسید مثلا اینطوری یه چیزی یه چه میدمه خودمو بهش نشون میدم همچین منظوری داره به فارسی ولی اینجا منظور اینه که یه زنگی بهش میزنه. فارسی این مدل اصطلاح میشه یعنی یه زنگی بهش میزنم hat er sich schon bei dir gemeldet? آیا اون تا الان به دیر زنگ زده؟ یه خبر ازت گرفته؟ hat er sich schon bei dir gemeldet? یه فعل دیگه داریم auflegen قط auflegen habe aufgelegt sie wollte mir nicht zuhören und hat einfach aufgelegt Sie wollte mir nicht zuhören und hat einfach aufgelegt. Nehme ich was bei meinem Gespräch? Rohat gerade gehört. اون نمیخواست به من گوش بده راحت قطع کرد خیلی سریع و راحت قطع کرد خب این هم از یه سری فعلای دیگه که اینجا دیدیم همراه من باشید میخوایم که یه سری نکته دیگه هم ببینیم خب چند تا فعل و جمله دیگه هم داریم یکی اینکه که انت تلفون گین و در انت تلفون غن گین گین و در غن گین حالا تلفون یعنی به تلفن جواب دادن تلفن جواب دادن ای بین نیشت انز تلفون گگنگن من نرفتم تلفن جواب بدم من نرفتم تلیفونر جواب بدم من جواب ندادم وروم گست دو نیشت انز تلفون چرا نمری جواب بدی تلفون چرا نمری جواب بدی تلفن ایش هب کین لوست حصله ندرم ندارم کلا برای اینکه ما بخوایم پیامی بفرستیم یا اس بفرستیم یا هر چی از فعل فرستادن استفاده می‌کنیم دیگه این اس ام اس او زندن هم داریم حالا این اس ام این اس ام اس شیکن او دا زندن او دا این نخریت مثلا این واتس اپ نخریت او دیروز برای من یک اس فرستاد اون دیروز برای من یه سمس فرستاد. او دا ای هت میه اینه واتسپ نخیشت او دا اینه واتسپ کشید. میبینین واتسپ. نمیخونیم اپا اون انگلیسی شکل میخونیم واتسپ. اینه میخونیم واتسپ. ای هت میه اینه واتسپ نخیشت کشید. برای من یه پیام واتسپ فرستاد. بعد میبینین میه. برای کسی چیزی فرستادم پس یه من دیم اتفاس شکن یه من دیمش که داتیب اتفاسش هم که اسمس یا واتسپ یا ناخشت یا هرچی یه فعل دیگه هم داریم این خب قبلا بهتون گفته هم سر سر فران داریم با همدیگه دوره میکنیم یه فعل دیگه هم داریم که جدیده زش فویلن زش فویلن ویلن یعنی انتخاب کردن حالا ویلن انتخاب کردن عدد هم میتونه به معنی انتخاب کردن عدد روی حالا تلفن باشه یعنی شماره گرفتن شماره گیری حالا فر ویلن, ویلن یعنی شماره گیری غلط زیش فر ویلن یعنی اشتباه بگیری اشتباه بگیری لاید ها با ایش میش فر متاسفانه من اشتباه گرفتم شماره لاید ها با میش متاسفانه من شماره اشتباه گرفتم. پس زیش فر ویلن و دس واس برای یادگیری بهتر براتون یه سری تمرین در نظر گرفتم جای خالی این جملات با فعل‌های تلفنی ja anrufen in der صرف مناسب با توجه فاعلش پر بکنید برام تو کامنت ها حتما جوابتون رو بنویسید Und das war unsere heutige sitzung Heute haben wir zuerst den Unterschied zwischen äh uh, diesem Verb telefonieren und anrufen gelernt und dann haben wir manche Beispielsätze und neue Wörter und Verben über Handys تلفن اوجا تلفن گش پرش او بعد گلکیفا دستی ال دیسه سپیکش این بود در جلسه امروز اومدیم اول همه با هم تفاوت بین فل تلفنیقان رو از رو بررسی کردیم بعدش هم اومدیم با هم یه سری کلمات جدید فل های جدید و جملات جدید جدیدید برجب تلفن کردن موبایل پای تلفن و همه اینا با هم دیگه یاد که این جلسه برای همه مفید بوده باشه. برای تمرین بیشتر خب یه سری جمله براتون در نظر گرفته بودم لطفا حتما اونا رو برام جوابش تو کامنت ها بنویسین که درس براتون بهتر و بیشتر جا بیفته سابسکرایب به کانالمون هم تو یوتیوب فراموش نکنید مثل همیشه اگر ویدیو رو دوست داشتین براتون مفید بود لایک بکنید و با بقیه دوستانتون هم به اشتراک بذارید مرسی که تا اینجا ای هم همراه ما بودیم